رهایشی از طریق هوایی، زمینی و بحری به اقصان قاطع جهان. ما در مسافه چند دقیقه بنادر حمل و نقل در شهرهای لس آنجلس، فانتانا، سیاتل، هیوستن، میامی، ساوانا جورجیا، نورفوک ورجینیا، شیکاگو، تورنتو و نیوجرسی قرار داریم. اطلس امکانات تو یا حمل و نقل موترهای شما را به سادگی و قیمت خیلی مناسب انجام می دهد. دوستان عزیز، السلام علیکم. من انیس عزیزاد و همکارانم در شرکت اطلس در خدمت شما هستیم. نمایندگی های اطلس در افغانستان، کانادا، امارات متحده و پاکستان قرار دارد. شماره تماس 310-952-9020. آدرس وبسایت atlasexports.com. پرواز کنید، پرواز کنید تا دیار یاران ایران. با بهترین پروازها در سریع‌ترین زمانها از تمامی سرزمینها، با نازل‌ترین قیمتها و شیرین‌ترین لحظه‌ها، با همسفری که بدان اطمینان دارید. پارس ترابل. پارس ترابل عضو یاتا با 25 سال سابقه درخشان، دارای تیم بزرگ و مجرب ایرانی، با 2 شعبه در شهر و فرودگاه فرانکفورت، آماده خدمت به هموطنان عزیز در سراسر جهان. آخرین اطلاعات و قیمت‌های پروازها در www.parstravel.net. تلفن جهت رزرو بلیت 2049-60-230-882-3. سفر با پارس ترافل، سفر با بهترین هاست. پارس ترافل. سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوند. امروز سه‌شنبه عرض شود که 20 دسامبر 2011 و 29 آذر ماه 1390. عزیزان، لازم به تکرار نیست که روزهای سه‌شنبه برنامه رفتن به ریشه هاست و از چندین هفته قبل هم بحثی آغاز شد راجع به امپریالیسم. دلیلش خیلی واضحه که چرا این بحث باز شد. بر اینکه ابتدا من میخواستم برم از ابتدا در واقع تاریخ سرمایه‌داری رو بررسی بکنیم تا ببینیم که به اصطلاح سیستم حاکم بر جهان الان بعد از گذراندن 300 یا 400 سال از عمرش الان در چه وضعیتیه و به چه جایی رسیده که در واقع به راستی بر سر یک دوراهی سرنوشت سازه، یا باید جامعه به طرف یک جامعه انسانگرا و طبیعتگرا بره، حالا هر چی میخواییم اسمشو بذاریم، و یا به طرف بربریت، یعنی بر سر این دوراهی قرار گرفته. و جالبه که الان خود اینها هم دارن به این قضیه پی میبرن. برای همینه که من اشاره کردم فکر میکنم شنبه گذشته که مثلا
روزنامه نیویورک تایمز که در واقع بلندگو و زبان گویای به اصطلاح سیستم واقعا، مقاله مفصلی راجع به این نوشته بود که بر سر طبیعت داره چی میره. و این شاید برای اولین بار باشه که اینطور به اصطلاح روزنامه‌ای که به اصطلاح واقعا نفوذش از همه بیشتره در امریکا لااقل و شاید در سطح جهانی، یک چنین مقاله مفصلی واقعا راجع به اصطلاح وضعیت اینه که محیط زیست چه بر سرش میره. ولی به هر حال به مناسبت این که عرض شود که بخشی از خود جنبش سبز، یعنی بخشی از اصلاح طلبایی که به اصطلاح اومدن به خارج و این در واقع به این دلیل در واقع این بحث باز شد که اینها از قبل اعلام کردند که دیگه امپریالیسم تغییر ماهیت داده و طرف آزادی به دموکراسی رو میگیره و بعد به این اکتفا نکردن، بلکه در واقع از تجاوز ناتو و امریکا به لیبی حمایت کردن و همون نوع برخورد رو به اصطلاح به نسبت به سوریه. و ما میدونیم که بعدش هم راجب حمله نظامی امریکا به ایران هیچ موضع‌گیری نکردن، یعنی در حقیقت سکوت اختیار کردن، در حالی که بیانیه‌های متعددی بیرون اومد، هم به نفع در حقیقت دخالت بشر دوستانه و هم در مخالفت با جنگ. ولی فرزن شورای هماهنگی راه سبز امید هیچ به اصطلاح اعلامیه چیزی، خود آقای امیر ارجمند یه به اصطلاح مواضعی گرفت ولی به طور رسمی هیچ موضع‌گیری نکردن. یعنی در حقیقت نه تنها در تئوری به اصطلاح وجود امپریالیسم، یعنی رابطه سلطه و تابعیت رو رد کردند، بلکه در واقع در عمل. و به همین دلیل بود که به اصطلاح اصلا مسئله امپریالیسم، نتیجتا من در چند هفته مخصوصا از زبان خود اینها، از کتاب‌ها، مجلات و روزنامه‌های خودشون عرض کردم که بعد از فروپاشی شوروی چهره امپریالیست چگونه بوده و چی کار کرده و چه بر سر جهان آورده، که از جمله به اصطلاح تجاوز به افغانستان، به عراق و بعدش هم به لیبی که بخشی از همینه و نقشه آیندهشون برای مثلا به اصطلاح کشورهای دیگه چی هستش، اینا رو باز کردم. و بعدش وارد این بحث شدم که ولی این زمینه‌های تاریخی داره و اشاره کردم که چطور یک بخش از جنبش چپ هم که یا به امپریالیسم به طور کلی اعتقادی نداره و یا میگه که امپریالیسم جنبه مثبت و تجدد بخش و تمدن بخش داره، که من مثال بیل وارن رو زدم و دیوید یافی که آقای منصور حکمت که بنیانگذار حزب کمونیست کارگری زیر دست این دو نفر در حقیقت دهه 1970 درس خونده و به اصطلاح اون جزوه معروفی رو که نوشتن که در حقیقت قرآن و یا مفاتیح الجنانشونه، که عبارت باشد از اسطوره بورژوازی ملی و مترقی، که من 31 سال پیش جوابی بهش دادم. اون موقع که بیرون اومد ما نمیدونستیم اون موقع اصلا حزب کمونیست کارگری چیه، اون موقع یه اسم دیگه، اتحاد مبارزان یه همچین اسمی داشتن و یا به اصطلاح گروه به اصطلاح اون سه نفر که به ایران وارد شدن، سه تفنگدار، و اونا در حقیقت این جزوه رو داده بودن بیرون. و من اون موقع گفتم که اینا چه گرایش و چه چیز خطرناکی هستن. و الانش هم همین امروز صبح من یکی از اینها، یک به اصطلاح به مناسبت درگذشت کریستوفر هوچینز، عرض شد که این یک چیزی نوشته، مطلبی نوشته که باز کاملا میگه که آره، طرفداران اونایی که اعتقاد به امپریالیسم دارن طرفداران جمهوری اسلامی هم. انقدر اینا وقیح و واقعا دروغگو هستن، در حالی که اینا انقدر شعور این رو ندارن که بفهمن اسلام سیاسی بخشی از امپریالیسمه. امپریالیسم انگلیس در قرن 19 و امپریالیسم امریکا در قرن 20
تمام این تاریخشو من باز کردم، چطور با اسلام سیاسی دست در دست اسلام سیاسی بوده، چطور تقویتش کرده برای نابود کردن نیروهای ملی و ترقی‌خواه و حتی سکولار. اینا اینقدر شعورشو ندارن که این آدم عقب افتاده به اصطلاح در همین مقالش که البته سایت گویا هم چاپش کرده، عرض شود که در بخش مقالاتش عزیزان بخونن، که میگه آره ما به اصطلاح افرادی داریم که اینا هنوز به امپریالیسم اعتقاد دارن و اینا طرفدار اسلام سیاسی و به اصطلاح جمهوری اسلامی هستن. به هر حال اینا بنابراین مسئله فقط تئوری نیست، در عمل اینا در خدمت امپریالیسم. حزب کمونیست کارگری در واقع با سیاست‌هایی که داشته در کردستان نه تنها باعث نابود کردن تمام جنبش بزرگی که در کردستان وجود داشته، جنبش ترقی خواهی که واقعا در نابودش کرد، همین به اصطلاح عرض شد که منصور حکمت و یارانش نابودش کردن و بزرگترین خدمت رو اینا، خدمتی که به جمهوری اسلامی کردن، هیچ بخش از چپ نکرده، بخش دیگه ای از چپ هم دنبال خمینی افتادن، ولی اینا در عمل واقعا عجیب کمک کردن به این قضیه و چنان ضربتی به جنبش بزرگی که در کردستان وجود داشته که حالا از توش عبدالله مهتدی و عرصبت که اون به سامال حزب دموکرات و اینا که واقعا سرسپردگان امپریالیسم شدن، در واقع به حساب از هم متلاشی شدن، خودشون هم تکه پاره شدن، اینا ضربات بزرگ. حالا نمیخوام بیشتر به اصلاحی، از این جهت من رفتم توی ریشه های این به تاریخ این که نه تنها بعد از در حقیقت امپریالیسم نه تنها بعد از فروپاشی شوروی فوق العاده هارتر شده. علت هارتر بودنش حالا چیه که من اینو بارها و بارها باز کردم، برای اینکه در جنگ اول و یا جنگ دوم جهانی اینا میخواستن دنیا رو بین خودشون تقسیم بکنن، الان بعد از فروپاشی دلیلش هم وجود شوروی بود که یه مانعی بر سر راهشون بود و به هر حال تضادهایی با هم دیگه داشتن، با آنکه اونم یه رژیم تا مغز و استخوان فاسد بود، ولی به هر حال به دلیل اون شرکاش رو امریکا اجازه میداد که به هر حال بین خودشون تقسیم کار بکنن. بعد از فروپاشی شوروی تمام اسناد و مدارکشون که من اونایی که به امپریالیسم رو رد میکنن و اینا، واقعا همین بخش از اصلاح طلبا و یا چپهای بریده و غیره و غیره، اسناد و مدارک خود اینا رو نمیرن یعنی یه بخشش مال بیسوادیه، ولی همش مال بیسوادی نیست، به نظر من سرسپردگی هم هست. ولی بعدش رفتم توی تاریخش و برای تاریخش یه مقدار تاریخ اینه که چین چه بر سرش رفته و هند چه بر سرش رفته، و بعد بحث رو به اینجا من کشوندم که فرضاً خود مارکس راجع به این قضیه چی گفته و داستانش چیه. حالا میخواستم یه توضیحاتی بدم، این هایی رو که من در یکی دو جلسه گذشته نقل قول کردم از سه تا مقاله معروفه که در ماهای جوان یعنی جون و جولای 1853 برای روزنامه نیویورک دیلی تریبیون مارکس نوشته اینها رو، عرض شود که و اینهایی که میگن امپریالیسم وجود نداره و یا مثل آقای بیل وارن میگن که جنبه ترقی خواهی داشته، من عرض کردم که اینا نقل قولهای دنبریده از همین مقالات میارن و من در ریشه های عقب ماندگی به قول معروف سرموچ اینا رو باید گرفت، سرموچشون رو گرفتم که شما لا اله رو میگید الا لاشو نمیگید، یعنی نقل قولهای دنبریدهی بیارید و فریب میدید انسانها رو، فریب میدید. حالا این احتیاج به یه توضیح داره که چطور به طور کلی سیستم تحزب یا حزب درست کردن نوع قرن بیستمی چاره ای نداره جز این که دست به فریبکاری بزنه. عزیزان من تجربه با اینا دارم، اینا در حقیقت حتی خود مارکس رو یا حتی لنین رو
از زبان حزب و رهبران حزب به خورد اعضا میدن. یعنی در حقیقت این نوع حزب سازی فرضاً چطور عضو گیری میکنن؟ یه جزوه میدن یا یه صحبتی میکنن یا یه مقاله میدن به یه نفر که سمپاتیشو جلب بکنن، بعد لیست مطالعاتی بهش میدن، بعد نشریات حزب رو بهش میدن و در نتیجه خوراک چنین فردی که میاد عضو میشه دقیقاً منشأش از یه جاست، از حزب، از سازمانه، از گروهه، و اونم توسط رهبری و روشنفکرهای تاپ این حزب در حقیقت تعیین میشه. لیست مطالعاتی میدن که همه اینا خیلی هم خوبه، یعنی در حقیقت خب من خودم بارها و بارها اینو مطالعه کردم که به طور کلی چطور یه روشنفکر رو یا یه جوان رو یا یه نوجوان رو جذب میکنه، خوراک فکری به چه شکل بهش میدن. خوراک فکری از یه سرچشمه میاد که همون رهبران حزب باشن. چرا؟ برای اینکه نمیخوان، علل عموم نمیخوان مورد به چالش گرفته بشن توسط اعضای پایین، به هیچ وجه نمیخوان، برای اینکه به اصطلاح مسئله قدرتگیریه و مسئله قدرتگیری هم عبارت از اینه که تو اگه اعضای پایین به چالش اینا رو بگیرن به اصطلاح بیرونشون میاد. ما به اصطلاح چیزای از هم فروپاشی، انشعاب و غیره و غیره رو که اگه ما تاریخش رو در نظر بگیریم چیزی جز این نیست که یک عده رهبری حزب رو به چالش میگیرن بیرونشون میندازن، یا یه فراکسیون تازه درست میکنن، یا به اصطلاح شعبه تازه درست میکنن. همین حزب کمونیست کارگری رو ببینید، مسئله بر سر قدرت و بر سر به اصطلاح رهبریه و در نتیجه تکه پاره شده همینجوری، اینو که از همه منسجم تر بود حالا دیگران شده. یعنی میخوام حالا این چه ضررهایی میزنه و در نتیجه جنبش چپ رو به جنگ 72 ملت تبدیل کرده. ما باید ببینیم چرا این اختلاف افتاده، هی دوباره میان متحد بشن دوباره به هم میخوره، هی علتش اینه. چرا؟ حالا من یه صحبتی کردم راجع به این که شیوه مطالعه چی باید باشه و حالا میخوام عرض بکنم که خود مارکس رو چجوری باید مطالعهش کرد. یه توضیحی میخوام راجع به این قضیه بدم که واقعا این آدم چه چیزایی گفته و خوراکی که از این آدم یعنی از مارکس به اعضا و حتی کادرهای این احزاب و سازمانها و گروهها دادن چجوری بوده. خود مارکس واقعا باید ازش یاد بگیریم که اصلا چجوری مطالعه میکرده. من یه بحثی باز کردم که به طور کلی ما چگونه باید مطالعه بکنیم. اولا این آدم در واقع در از زمانی که در حقیقت با اون هم به اصطلاح پدر زنش که فون وستفالن باشه، از دوران بچگیش ساعتها به اصطلاح قدم می زدن و اون براش توضیح می داده، از ولتر و مونتسکیو و از یونان قدیم براش صحبت کرد. آدم فوق‌العاده دانشمندی بوده و هم پدرش تا موقعی که وارد دبیرستان میشه، اگه عزیزان در به حساب آلمان سیستم آموزشش طوریه که دبیرستان رو که کسی تموم میکنه یه تز در واقع میمیسه. اون تزش خیلی جالبه که من تو جلد اول کتاب زندگی مارکس اینو آوردمش. مذهبی بوده، مارکس در واقع مذهبی بوده و عرض بود که صحبت از خدا و پیغمبر و مسیح و فلان اینا میکنه توی این چیزش، منتها البته نوع مذهبی که داشته دادائیسم در حقیقت بهش میگن که اعتقاد به آفریدگار داشته. عرض شود که منتها میگفته که سرنوشت انسان رو بعد از اینکه جهان رو آفرید خداوند، سرنوشتش رو به دست خود بشر داده. در واقع به نوعی مثل نوع اندیشان به اصطلاح مذهبی خودمون که به اصطلاح اختلافشون به حساب اعتقاد به مشروطه داشته و نه مشروعه. در حقیقت میگه سرنوشت انسان درست خدایی هست ولی سرنوشتش خداوند به دست خودش داده، یعنی خودش باید تصمیم بگیره. و این اختلافیه که در حقیقت حالا اصلاح طلبا با به اصطلاح اصولگراها دارن، در اساس میشود اینطوری گفت. بنابراین اولش مذهبی بوده واقعا، بعدش خب عاشق میشه، عاشق یعنی میشه که اونم یه عشق سوزان عجیب و غریب واقعا که دائم شعر میگفته براش و شعر براش میفرستاده
به رمانتیزم در حقیقت چیز میکنه. موقعی که در حقیقت بگیم موقعی که در دانشگاه بن بوده، حالا 17 یا 18 سالش بوده، در دانشگاه بن 17 سالش بوده و شروع میکنه به شعر گفتن که پدرش از اون بهش میگه چی به اصطلاح شاعر شدی، حالا دیوانه مگه شدی یا اینا، نمیدونسته که واقعا عاشقه، که به رمانتیزم چیز میکنه. بعد موقعی که والد دانشگاه برلین میشه که مریض میشه و میره سر تاپ ها در حقیقت هگل رو میخونه، به هگل اعتقاد پیدا میکنه. اینا رو من به اصطلاح اووردم در جلد اول. بنابراین هگلی میشه و در شدیداً تحت تأثیر هگل قرار میگیره که تا آخر عمرش هم به عنوان استاد ازش اسم میبره. بعدش البته در سالهای آخر دانشگاهش و بعد از اینکه وارد روزنامه نگاری میشه، الان 23-24 سالشه، فویرباخ، نوشته های فویرباخ رو میخونه و اون در حقیقت به نوعی هگل رو به چالش میگیره و فویرباخه میشه تا دهه 1840 تا سال 1843 اینطورا، که بعدش آدم اسمیت و اینها رو که میخونه و ریکاردو و اینها رو. این رو میخوام عرض بکنم که تا آخر عمرش مارکس فکرش در حال تکامل بوده. اگر ما مارکس رو مطالعه نکنیم به این شکل، تو چنان چاله هایی میفتیم که اینا افتادن. یعنی هر کسی از طریق حزبش، سازمانش، گروهش یک نوع و یک بخش از مارکس به خوردش داده میشه. حالا اشکال این قضیه چیه؟ اشکال این قضیه اینه که این سازمان ها، گروه ها، احزاب و این شکل تحزب اعضاش رو یاد میده یه چیزهایی، ولی در اساس قدرت تفکر مستقل رو ازش میگیره، قدرت اندیشیدن مستقل رو ازشون میگیرن. یعنی در حقیقت مثل اینکه دو تا چیز به این دو طرفشون میبندن، یه توی تونل میندازنشون. در حالی که فرضاً خود مارکس ابدا اینطور نبوده، سوال براش مطرح شده و به دنبال اون سوال رفته برای حل اون سوال. همینطور که عرض کردم، شرط اول مطالعه جدی و واقعی عبارت از اینه که سوال برای آدم مطرح بشه. شما اگرم میخوای تشکیلات درست بکنی، که اینا فرضاً الان حرفای منو چطور تفسیر میکنم، که این ضد تشکیلاتیه، حالا چرا این حرفو میزنم؟ برای اینکه آدمو میخوان مرعوب بکنن و بازم بکشوننش به حساب به عنوان یک سرباز پیاده. در حالی که تشکیلات باید طوری باشه که انسانهای مستقل و با فکر مستقل باید برنامه ریزی کنن و به طور مشترک تقسیم کار بکنن برای یک هدف. تشکیلات، هیچ کاری بدون تشکیلات نمیشه. انتقادی که هست به تشکیلات این نوعه، یعنی تشکیلاتی که در واقع میشود گفت رابطه سلطه و تابعیته، یک عده اون بالا سلطه دارن بر سرباز پیاده های پایین و به اصطلاح سیستم تشکیلاتشون عمودیه و در نتیجه دانشی هم که به اعضاشون میدن همینطوره. در واقع باید ما از خود مارکس یاد بگیریم که شیوه مطالعهمون چجوری باید باشه، که همینطور که عرض کردم، سوال براش مطرح شده، بعد رفته توی فرزن، حالا یا تو خونه‌ای که داشته یا آپارتمانی که داشته، همینجوری کتاب جمع کرده و دنبال اون سوال گشته و تا آخرش. و بعد از زمانی که وارد کتابخونه موزه بریتانیا میشه، از سال 1850 و اواخر 51 و اول 52، به طور سیستماتیک واقعا، یعنی موقعی که میخواست پاسخ به یه سوال بده، میرفته جزوات و کتابهایی رو پیدا میکرده که اونجا گرد و خاک خورده بودن، سالهای سال کسی اصلا سراغشون نمیرفت. و مارکس بسیاری از چیزهایی رو که یاد گرفته مال خودش نیست و در واقع به اصطلاح اذعان هم میکنه با افتادگی هرچه تمامتر، که من فقط دو چیز به اصطلاح بهش، یکی به اصطلاح کشف ارزش اضافی، مفهوم ارزش اضافی که واقعا کشف بزرگشه، که بورژوازی هیچ وقت نمیبخشدش بر سر این قضیه، مسئله ارزش اضافی، و یکی دیگه به اصطلاح تفسیر
علمی از تاریخ که تاریخ چطور ورق میخوره. این دوتا در حالی که کشفیات بزرگی داشته ولی خیلی از ایده هایی رو که گرفته واقعا از درون همین و اتفاقا بسیاری از جزواتی رو که میخونده آدم های بینام و نشانی بودن، خودش دنبالش وقت رفته که اینا رو ممکنه کی نوشته باشه. اینقدر این جزوات و این کتابایی رو که میرفته دنبالشون تو همون موزه به اصطلاح کتابخونه موزه بریتانیا که اصلا معلوم نبوده اینا رو کی نوشته، ولی کلی از ایده‌هاش از اونجا گرفته. خب ما باید از این یاد بگیریم. حالا روش دیگه این مطالعهش عبارت از این بوده که هرچند که وقت زیاد چیز نه، روش دیگه این مطالعهش عبارت از این بوده که همیشه یه قلم و کاغذ بغل دستش بوده. موقعی که مطالعه می‌کرده خیلی این نکته مهمیه که اینو از دوره دبیرستان یاد گرفته بوده. همیشه کاغذ قلمی بغل دستش بوده، دائم یادداشت برداری می‌کرده. مثلا کتاب گروندریسه یا تئوری‌های ارزش اضافیش یادداشت‌هایی که از این طریق بیشترش نقل قوله، نقل قول از کتاب‌های متعدد و بیشماری که واقعا خونده بوده. حالا راه دیگه‌اش چی بوده؟ اینا همش شیوه مطالعه است. آدم موقعی که مطالعه می‌کنه، این دیگه برمیگرده به فیزیولوژی مغز انسان، موقعی که آدم مسائل متعددی رو میخونه سیناپس های سلول های مغزی یک دفعه یه جرقه میزنن، یه فکر تازه به ذهن آدم میرسونن. همونجا آدم باید یادداشتش بکنه، یادداشت میکرده. یعنی در حقیقت مثل آخوندهای خودمون، کتابای قدیمی و خطی رو عزیزان اگه نگاه بکنن تمام حاشیه نویسیه. حاشیه نویسی ها چیه؟ طرف میخونده و نظر خودش رو در حاشیه کتاب مینوشته. الان دیگه این چیزا نمیم توییتر و پویتر و نمیم فلان اینا، قدیما اینجوری بوده، مطالعه میکردن دقیق و بعد حاشیه نویسی میکردن. آخوندهای خودمون ما کلی میتونیم ازشون، هم در جر و بحث، اینا کلی جر و بحث داشتن در همون مکتب خونه ها، طلبه ها، و همین که حاشیه نویسیشون کلی میشه از اونها یاد گرفت. در واقع مارکس هم همین کار رو میکرده. شما اگر به اصطلاح چیزهاشو بخونه آدم، فرزن حالا من مثال بزنم، دست نوشته های عرشبت که اقتصادی سیاسی، اقتصادی فلسفی اقتصادیش، تمام مهمترین در حقیقت بخشش که عبارت از بیگانگی کار باشه در حاشیه نوشته شده. و یا تزهای راجب فویرباخ، اینا رو تو نوشته هاش در حاشیه نویسی ها انگلس پیدا میکنه که بعد یکی از اسناد معروف در حقیقت فلسفی در تاریخ میشه. اینا همینجوری به اصطلاح چیزهایی به ذهنش رسیده در آولیل 1800 و هر سوید که فکر میکنم 50 و چند، حالا دقیقا یادم نیست، نه 40 و چند، 45، بله 45، قبل از اینکه و یا همزمان با ایدئولوژی آلمانی، اینا را در حاشیه نوشته بوده. اینا همش مقدمه بود و میخواستم عرض بکنم که اولا باید ما انسانهای مستقل و ایستاده بر پای خود باید به جای اینکه حقنه بکنیم دیدگاه ها، نظرات، مطالب رو، کوشش ما باید این باشه که انسانهای متفکر درست بشن. یعنی باید ما سوال مطرح بکنیم، باید انسانها رو به اندیشیدن بکشونیم که دیگه افراد فلاسفه اینم هم چیزی نیان که به حساب ایرونی ها نه قدرت فکر کردن دارن، نه اندیشیدن و نه پرسیدن. این طور نیست. مردم عادی از خودشون میپرسن و دنبالش میرن، به طور حال ممکن خیلی پیش و پا افتاده، ولی تیپ روشن فکر که فرصت به اصطلاح مطالعه بیشتر داره، وقت بیشتر داره، بیشتر کار فکری میکنه، باید هم شیوه مطالعه کردن رو بدونه و هم شیوه اندیشیدن رو، و در نتیجه
به طور کلی با فرهنگی که بعضی از این احزاب به وجود آوردن که هر کدوم از اعضاشون رو شما ببینید چطور خودشون رو توی پیلهی چیز کردن، امکان نداره حرف کسی دیگر رو اصلا بپذیرن. همین اعضا و چیزهایی من باشون صحبت میکنم، بعضی هاشون فامیلای خود من هستن، همین مال حزب کمونیست کارگری، تعصب مذهبی دارم به رهبرانشون، به چیز مقبره براشون میسازن، من فلان. در نتیجه باید خود شیوه مطالعه و شیوه تفکر و شیوه اندیشیدن رو باید ما یاد بگیریم. اگه تشکیلاتی بخواد درست بشه اون وقت به طور داوطلبانه و از طریق اینها خواهد بود، اونی که تشکیلات پایداری میتونه باشه، وگرنه هیچ چاره جز انشعاب و انشعاب در انشعاب و در انشعاب و تکه پاره شدن و جنگ 72 ملت در بین اینها که داریم میبینیمش. و در نتیجه به اصطلاح وقت میتونن اینا ضربات سنگینی به ملت ما بزنن که در گذشته با نهایت تأسف به کارنامه‌شون آدم که نگاه میکنه میبینه که چه خطاهای وحشتناکی اینا کردن. با آنکه انسان‌های پاک، شریف، از خود گذشته، جان گذشته، زیر شکنجه انقدر مقاومت می‌کنن و غیره و غیره که ما می‌دونیم، و به اصطلاح از این طریق به اصطلاح هر کسی به اصطلاح که زیر شکنجه فرضاً صخره باشه دیگه هیچی، تمام است و تمام. این طور نیست. باید ببینیم چه کسانی واقعاً اجازه میدن به این که دوروریاشون، افرادشون، کسانی که باش کار میکنن و غیره و غیره فکر آزاد و اندیشه آزاد داشته باشن. و بعد این درست مثل به اصطلاح حق تعیین سرنوشته، چه زمانی به اصطلاح از تجزیه کشور جلوگیری میشه؟ برای اینکه شما حق جدایی حتی بهش بدی، ولی داوطلبانه همه اینها، یعنی با رفتار انسانی که تو با این ایالات و یا ولایات میکنی، خود اینها داوطلبانه بیان دور هم یه وطن رو درست بکنن. اگه به زور و هلتپون بخوای بالاخره به تجزیه خواهد کشید. سیستم شوروی رو نگاه بکنی، در خود ایران هم همینطور، انسان ها هم همینطورن. باید این داوطلبانه باشه و نه رابطه سلطه و تابعیت که شما بخوای به زور فرضاً یه حزب یا یه سازمان یا یه چیز رو دور هم نگه داری. نمیخواستم وارد این بحثا بشم برای اینکه میخواستم به صدا چیز. حالا رسیدیم جلسات قبل به اینجا که چه بر سر هند رفت و اونهایی رو که آقای بیل وارن رو که میگه امپریالیزم پایونیر آف کپیتالیزم هست، یعنی سرمایه‌داری پیشرو و تمدن رو در حقیقت به کشورهای عقب افتاده میبره، و ایشون میگه که مارکس هم نظرش اینه. من نقل قولهای مفصلی از مارکس بردم که اینها رو حالا وارد چیزش میشیم، که از سه تا مقاله است. این سه تا مقاله یکی عبارت بود از فرمان روایی انگلیس بر هند یا بریتیش رول این ایندیا، دو شرکت هند شرقی تاریخ و پیامدهاش، ایست ایندیا کمپنی ایتس هیستری اند ریزالتس، و سوم پیامدهای آینده فرمان روای انگلیس بر هند، Future Results of British Rule in India. همه اینها عزیزانی که خودشون میخوان برن دنبالش در جلد 12 مجموعه آثار مارکس و انگلس، یعنی در مجموعه آثار 50 جلدی. من به عزیزان عرض کردم که الان مجموعه آثار 114 جلدیش داره بیرون میاد و خود من دسترسی به این ندارم. همه این 114 جلد این سالهای سال طول میکشه، فعلا چند جلدش بیرون اومده و بسیار هم گران قیمته، ولی به هر حال فعلا من خودم از این 50 جلدی استفاده میکنم که به نظر من یک به اصطلاح گنجینه بزرگیه. واقعا این مقالات در جلد 12 در مجموعه آثار مارکس و انگلس هستن. حالا همینطور که عرض کردم در جلسه گذشته، فکر مارکس در جا نزده. نه تنها همینطور که عرض کردم از یک مذهبی به رومانتیزم، بعد به هگلیزم
بعد جزء هگلی‌های جوان میشه، بعد به فویرباخ و بعدش خودش دیگه به استقلال به اصلاح فکر میکنه و بعدش تحت تاثیر ریکاردو و آدم اسمیته، ولی بعد اونا رو هم به اصلاح همین جوری پیش میره. و نکته ای رو من عرض کردم راجع به شیوه تولید آسیایی و عرض شد که وحشی و ایستا بودن جوامع عقب افتاده و گاهی قاد اینا رو میگه وحشی. من در جلد اول سخت به اصطلاح مارکس رو به اصطلاح در این زمینه ها بهش انتقاد کردم. ما به اصطلاح نباید بگیم مارکسیزم، دیدگاه مارکس. عزیزان دقت کردن که اصلا از این اصطلاح مارکسیزم یا مارکسیست اینا زیاد به اصطلاح جالب برام نیست. دیدگاه مارکس، که دیدگاه مارکس هم در بین دیدگاه های متعدد یه دیدگاهه یا یه جهانبینیه یا حتی یه ایدئولوژیه، اگر حالا نمیخوام وارد به اصطلاح بحث این که ایدئولوژی اصلا یعنی چه، ولی یه دیدگاهه در بین دیدگاه های دیگه. همه اونها رو باید آدم مطالعه بکنه و اگر برای اینکه اگه آدم مارکسیست بشه اون وقت هر چی که مارکس گفته آیه آسمانیه، در حالی که ابدا اینطور نیست. نباید هیچ چیزی رو، و قابل انتقاد بعضی از جاهاش، حتی در مورد همون گرایش نزولی نرخ سود به اصطلاح خودش خیلی مهمه که اگر شد اینو در شنبه باز میکنم، که به خود مارکس در این زمینه انتقاد وارد هست که سوئیسی در حقیقت این انتقاد رو بهش به اصطلاح بازش کرده که چه نقصی داره در این به اصطلاح گرایش نزولی نرخ سود در بحران. بگذاریم، بنابراین ما باید ببینیم که به اصطلاح اون زمان چی گفته و بعدش. اشاره من کردم که بعد از سال 1870 مارکس دست به یه مطالعه وسیع، یعنی در حقیقت از کار سیاسی دست میکشه دیگه، بعد از اینکه بین الملل اول که به طور عجیبی وقتش رو گرفت، به مدت از سال 1864 میشود تا 72، 8 سال، بله، آخرین جلسه که در لاهه تشکیل میشه اونجا دیگه مارکس متوجه میشه که از این بیشتر نمیتونه بره. دلیلش هم خیلی واضحه، میگه که هر کدوم از کشورها باید احزاب خودشون رو داشته باشن و شرایط خاص خودشون رو دارن، برای اینکه تضادهایی که به ویژه به دلیل وجود باکونین در چیز مثل آنارشیست ها در بین الملل اول نتونست که دوام بیاره. بعد از اون مارکس میشینه و مطالعه میکنه و از 72 تا 83 که فوت میکنه مطالعات عظیمی داره که خیلیاش در این چیز 50 جلدی نیومده و با احتمال قریب به یقین در 114 جلدیش اینا اومده، اینا رو در آوردن. منتها حالا اگه آدم بخواد راجع به اینی که لیت مارکس یعنی مارکس در حقیقت سالمند، یک چیز در این چیز 50 جلدیش هست و اونم عبارت از نامه‌هایی که به همدیگه نوشتن و نامه‌هایی که به دیگران نوشته، از جمله نامه‌ای که به یکی از دوستان هلندیش می‌نویسه، که جالبه که دکتر سعید رهنما اینو در آورده که نظرش راجع به کمون پاریس یه نظر کاملا متفاوتیه در اونجایی که در جنگ داخلی فرانسه میمیسه، که چپهای ما دائم از اون نقل قول میکنن، در حالی که نظر خودش رو راجع به چیز کاملا یه نظر متفاوته راجع به کمون پاریس. خب اینا باید مطالعه بشه، این یه نمونش. نمونه دیگهش عبارت از اینه که یکی از دوستان از ایران از من سوال کرده بود که تو که میگی شیوه تولید آسیایی رو مارکس ردش کرده یا نظرات قبلیش رو رد کرده و غیره و غیره، کجاست اینا؟ که من جواب مشخصی به این عزیز ندادم، چون میخواستم اینجا مطرحش بکنم. همینطور که عرض کردم مارکس رد نمیکنه، بلکه باید نوشته هاش رو دنبال کرد و اون وقت ببینیم که فرضاً از سال 1872 به بعد راجب شیوه تولید آسیایی هم صحبت میکنه یا نمیکنه. و در نتیجه باید ببینیم که حالا بحثش بنابراین چیه. بعد از اینکه روسی یاد میگیره و آثار چرنیشوفسکی رو میخونه، فلورفسکی رو میخونه، هرزن رو میخونه و بسیاری دیگر رو
به طور عجیبی میشینه روسی یاد میگیره. به قول بسا یعنی همسرش میگه که این دیوانه شده اینجا. البته اینجوری نمیگه، میگه این شب و روز داره روسی میخونه، چش شده. در حالی که میخواست نوشته های بسا متفکرین روس رو باز همه چیز رو، اسپانیایی رو هم یاد میگیره برای اینکه سروانتس به اصطلاح چیز رو، دانکیشوت رو به زبان اصلی اسپانیایی بخونه، ایتالیایی یاد گرفت برای اینکه به اصطلاح هر شبت که نوشته های دانته رو بخونه. برای همینه دو نفریشون در حدود 12 زبون رو تسلط داشتن، بیشترش البته انگلز. حالا بگذاریم، هر شبت که یک کتاب رو میخوام معرفی بکنم که در حقیقت راجع به لیت مارکس صحبت میکنه و اونم متفکر انگلیسی تئودور شنین. فرزاد جان میتونی این کتاب رو نشون بدی؟ عزیزان اگر بتونن این کتاب رو گیر بیارن، لیت مارکس اند د رشن رود، تئودور شنین این رو نوشته، متفکر و استاد دانشگاه در انگلیس. امیدوارم عزیزان یادداشتش کرده بودن باشن، لیت مارکس اند د رشن رود، تئودور شنین. مرسی فرزاد جان. توی این تئودور شنین توضیح میده که مارکس بعد از 1872، یعنی در حقیقت 11 سال آخر عمرش، چه مطالعاتی میکنه، ولی کتاب بیشتر روی یه نامه تأکید داره و اونم نامه ایه که مارکس ورا زاسولیچ، که یه نفر از به اصطلاح ترقی خواهانه، عرصه‌ای که یه زمانی به نارودنیک‌ها وابسته بود و بعدش با پلخانوف کار می‌کرده، اون سوالی 1881 سوالی مطرح می‌کنه، نامه‌ای به مارکس می‌نویسه و سوالی مطرح می‌کنه. مارکس سه هفته راجع به این نامه فکر می‌کنه که ورا زاسولیچ ازش میپرسه که ما در روسیه کمونه به اصطلاح دهقانی داریم و آیا ما میتونیم از این کمونه ها رو تبدیل به کمونه های سوسیالیستی و کمونیستی بکنیم یا نه، یعنی بپریم از مرحله سرمایه داری. مارکس سه هفته راجع به این قضیه فکر میکنه و چندین پیشنویس به برای جواب دادن. بعدش یه معلومه که هنوز کاملا به اصطلاح اطمینان نداره، یه جواب چند سطری برای ورا زاسولیچ میفرسته. حالا بعدن که پیشنویس های نامش معلوم میشه، که اینا الان در همین چیز 50 جلدی مفصل اومده، امیدوارم اگر روزی من جلد چهارمه به اصطلاح راجب زندگی مارکس رو بمیسم اینا رو بیارم، ولی تئودور شنین اینها رو به طور کامل آورده. فکر میکنم در مجموعه آثار یا باید در جلد 25 باشه یا 26، الان دقیقا یادم نیست، در یکی از مقالات آوردم که کجا هستن. یعنی پیشنویس های نامه‌ای که مارکس میخواسته به ورا زاسولیچ بنویسه، اونجا یه مقدار زیادی دیدگاه های لیت مارکس، یعنی مارکس سالمند رو اونجا مطرح میکنه که چطور کشورهای در حقیقت جوامع اولیه نه تنها اینا ایستا نبودن، نه تنها وحشی نبودن، نه تنها نباتی نبودن، این لغتهایی رو که اون موقع مصرف میکرده، نه تنها رفتن امریکا و گرفتن به اصطلاح چیز یه چیز ترقی خواه نبوده، و یا رفتن فرانسه گرفتن شمال افریقا یه چیز ترقی خواه نبوده، که خودشو انگلس این همه بهبه و چهچه میکنن که فرانسه رفته الجزیره رو گرفته یا مراکش رو، تمدن رو بردم اونجا، اینا رو من اشاره کردم تو جلد اول، بلکه این جوامع جوامع بسیار دینامیک و پویا بودن. و در نتیجه البته بعدش هم میگه که به اصطلاح کاش بشریت یه زمانی میتونست مثل اینا زندگی بکنه، که به این توحش به اصطلاح چیز کم کم و کم کم تاریخ که ورق میخوره بهش معلوم میشه که این تمدنی رو که این همه راجبش بهبه و چهگر کرده، این چه ضایعاتی واقعا میتونه به بار بیاره.
عرض شود که بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم و در جواب این عزیزی که از ایران برای من نامه نوشته بود، لااقل این کتاب فعلا وجود داره که ما دریچه‌ای به روی در حقیقت دیدگاه مارکس بعد از 1872 که دست به مطالعه مستقل میزنه و هنوز تمام نوشته‌هاش هم در اختیار ما نیست و امیدواریم که در این مجموعه آثار 114 جلدی بیرون بیاد، یکی اینجاست، این تئودور شنین این کار رو کرده، و یکی دیگه هم نامه‌هایی که در به اصطلاح مجموعه آثار 50 جلدی در حقیقت میشود گفت از جلد 37 تا 50 همش نامه هاست. در حقیقت نامه ها ما میدونیم که چندین هزار نامه رد و بدل شده که بعضی از این نامه ها واقعا بسیار پرمحتواست و اینا رو همه رو جمع کردن. کلی مطالب علمی توی خود این نامه ها هستش که خودش احتیاج واقعا به یک بسا مطالعه. حالا بنابراین حالا میریم بعد از این مقدمات و ببینیم که مارکس راجع به هند چی میگه و بحث هفته گذشته رو ادامه میدیم، که واقعا اینهایی که میگن امپریالیز وجود نداره به نظر من دو دستن. بعضی هاشون آگاهانه این کار رو میکنن که به نوعی به اصطلاح، حالا همشون مزدبگیر نیستن به هیچ وجه، بعضیاشون هستن که خب شما در تلویزیون های فرضاً لس آنجلسی خیلی هاشون رو میتونید ببینید، بعضیاشون هم پست بهشون میدن، پروموشن یعنی به حساب ارتقاء مقام در دانشگاه ها بهشون میدن و یا از ترس اینکه به حساب بیرونشون بکنه، ولی شخصیت افرادم نقش داره در این قضیه. به طور کلی افرادی که ضعف شخصیتی دارن، یعنی خودشون استقلال ندارن، بسیار دیپندنت هستن، آدم های متکی به یک کسی دیگه، این در چیز خانواده هم میتونه باشه، فرضاً آدم متکی به پدرش باشه، به مادرش باشه، به چیز باشه، یعنی به اصطلاح استقلال نداشته باشه از خود کوچکی، یعنی در حقیقت توان طغیان نداشته باشه، در حالی که انسان باید طغیانگر باشه، باید همیشه به حساب در برابر وضع موجود به حساب مقاومت بکنه اگر وضع موجود ناجور باشه و بد باشه. روحیه طغیانگری خودش خیلی مهمه. بعضیا تسلیم طلبن و اینا به حساب تربیت خانوادگی، تربیت جامعه است. در امریکا افراد رو مطیع به بار میارن، شما اگر دقت بکنید به طور کلی اینجوریه، مگر اونهایی که میان از این چنبر خودشون رو نجات میدن و تبدیل به آدم طغیانگر، اینایی که اومدن به اصطلاح جنبش وال استریت رو چیز کردن و اینا رو سرکوب میکنه رژیم. رژیم آدمای مطیع میخواد، از کوچکی به اصطلاح اینا رو مطیع. شما ارتش امریکا رو نگاه کنید، میبرنشون، شخصیتشون رو خرد و متلاشی میکنن و یا آدمکش تربیت میکنن، یعنی به طور کلی نابودشون میکنن و بعد که از جنگ برگشتن حالا یا کشته میشن، اونایشون که کشته میشن خوشبختن واقعا به نظر من، ولی موقعی که برمیگردن هم با بیکاری روبروان و تبدیل به یه بمب ساعتی میشن، برای اینکه اراده ای هم از خودشون ندارن و هیچی ازشون نمیمونه. میلیون ها به اصطلاح جوان رو اینجوری به نابودی میکشن. ولی به طور کلی به نظر من در هر جامعه ای یک عده شخصیت و استقلال فردیشون رو حفظ میکنن و طغیان میکنن. یه چیز به نظر من بزرگه واقعا که روحیه مقاومت و طغیانگری در انسان باشه، انسانی که استقلالش رو از دست بده و مطیع و منقاد بشه همه چیزش رو از دست میده. یک بخش از اینایی که عرض شود که صحبت از این میکنن که امپریالیزمی وجود نداره و یا امپریالیزم عوض شده و غیره و غیره، اینا ضعف شخصیتی نقش داره در این قضیه. ولی یک گروه دیگه هم هست که نمیدونن و ما به اینها باید کمک بکنیم و به نظر من تاریخشون رو اینا باید بخونن، نظام سرمایه‌داری رو باید بشناسن که به طور کلی نظام سرمایه‌داری خودش یک نظامی است، سلطه و تابعیت جزء ذاتشه، باید یک اقلیت بر اکثریت
سلطه پیدا بکنن تا بتونن به راحتی استثمارشون بکنن، نیروی کارشون رو بخرن و بهره کشی ازشون بکنن و بعدش به اصطلاح مچالشون بکنن واقعا. حالا در سطح خرد یا مایکرو کازم اینو بهش میگن، در سطح کارگاه، اداره، کارخانه، مزرعه و غیره و غیره، دبستان، دبیرستان اینطوره. ولی در سطح جهانی هم تاریخ سرمایه‌داری نشون میده که یک یا چند قدرت قاهر بر بقیه جهان سلطه پیدا میکنن برای کشیدن خونشون، برای خونریزی از اینا. همینطور که از کارگر در سطح کارخونه خون کشیده میشه و ارزش اضافی و استثمار، در سطح جهانی هم به همین ترتیبه. از این جهته که ما پدیده امپریالیسم رو، اون احزاب و سازمان هایی که این پدیده رو نمیبینن، چاره ای ندارن جز این که در خدمت امپریالیسم قرار بگیرن. نیروها و سازمان ها و احزاب و افرادی هم که امپریالیسم رو نمیبینن و نمیشناسن، چاره ای ندارن جز این که تن بدن به سلطه خارجی، تن بدن به وطن فروشی و تن بدن به حقارت و به اصطلاح از دست دادن انسانیت. به نظر من اونهایی که به اصطلاح دخالت بشر دوستانه از نوع لیبی رو پذیرفتن در همین جریانات، اینا کسایی هن که حاضرن کشورشون نابود بشه، تجزیه بشه، از بین بره، به سرنوشت عراق و افغانستان دوچار بشه و آدم اسم اینا رو من نمیدونم چی بذاره، ولی به نظر من اینا از هر جهت به اصطلاح هم تن به وطن فروشی میدن و هم ضعف شخصیتی دارن. یعنی به اصطلاح از دو جنبه به اصطلاح اینها رو میشه چیز کرد. هر شبت که از من میرم روی مقاله سوم مارکس، برای اینکه من نقل قولهای فرامونی از به اصطلاح سه تا مقاله رو که اسم بردم نقل قول آوردم، ولی میخوام نمیرسیم چون فقط 10 دقیقه از وقت باقی مونده. امیدوارم که برنامه‌های سه‌شنبه ادامه پیدا بکنه، ولی حالا ببینیم که به اصطلاح عرض شود که اینها بیشتر و بیشتر باز بشه. من میرم روی یه بخش که اینایی که به امپریالیسم از جمله آقای بیل وارن که اعتقاد ندارن به وجود امپریالیسم یا امپریالیسم رو ترقی خواه میدونن و به اسلام مأموریتشون رو بردن سرمایه‌داری و تمدن به کشورهای وحشی میدونن، یه نقل قول از این مقاله سوم مارکس میارن که من اینجا میارمش چون انقدر بیشتر وقت نداریم. دوباره اگه امیدوارم اگه سه‌شنبه ها ادامه پیدا بکنه دوباره برمیگردم و اینا رو مفصل‌تر بازشون میکنیم. عزیزان دقت بکنن که خود مارکس چجوری به اسلام صحبت میکنه. این در مقاله سوم، یعنی پیامدهای آینده فرمانروایی انگلیس بر هند. انگلیس مجبور است در هند دو مأموریت انجام دهد، یکی ویرانگری و دیگری سازندگی. حالا ویرانگریش چیه؟ نابودی جامعه کهن آسیایی. سازندگیش چیه؟ و پایه‌گذاری مادی و بنیانی جامعه غربی. در آسیا عرب‌ها، ترک‌ها، تاتارها و مغول‌ها یکی پس از دیگری هند را پایمال خود کردند، اما خود به زودی هندی شدند. درست همینطور در مورد ایرانه، همشون ایرانی شدند. انگلیس‌ها نخستین استیلاگرانی بودند که برتر بودند. کاملا همینطوره، برای اینکه انقلاب صنعتیشون رو پشت سر گذاشته بودند. حالا باید بریم که ببینیم انقلاب صنعتیشون چجوری. در دنباله همین بحث من این در از جلد سوم این کتاب زندگی به دیدگاه های مارکس دارم نقل قول میکنم، زیر عنوان عرض شود که انباشت اولیه سرمایه. عزیزان اگه میخوان بهش مراجعه بکنن. در دنباله این من نقل قول های مفصلی از انباشت اولیه سرمایه در جلد اول مارکس هم آوردم، در دنباله همین بحثه که چطور فکر مارکس تکامل پیدا میکنه، فرضاً از همین 1853 تا 67 که فرضاً جلد اول بیرون میاد، کاملا دیدش اصلا متفاوته، فرق میکنه و تکامل پیدا کرده. این نشون میده که یه فکر پویا و
یه فکر پویا داشته، فکر ساکنی نداشته، همینجوری دائم مطالعه میکرده و در مبارزات مردم شرکت میکرده و فکرشو تکامل میداده. انگلیس ها نخستین سیلاگرانی بودن که برتر بودن و بنابراین زیر نفوذ تمدن هند در نیامدن. انگلیس ها تمدن هند را با نابودی جوامع بومی، ریشه‌کن کردن صنایع بومی و در هم کوبیدن عظمت هند و آنچه در جامعه هند عزت و مقامی داشت از میان بردن. صفحات تاریخ فرمانروایی انگلیس بر هند تقریبا چیزی جز تخریب و نابودی نشان نمیدهد. کار عزیزان دقت بکنن، اون وقت کار بازسازی یا سازندگی به سختی خود را از ورای کوهی از ویرانی نشان میدهد. اما با وجود این آغاز شده است. حالا ببینید جنبه های مثبت نفوذ چیز سیطره انگلیس بر هند رو چیان؟ من اینجا مفصل آوردمش. وحدت سیاسی هند مستحکمتر و گسترده تر از هر زمانی زیر حاکمیت مغول ها شرط اول بازسازی بود. وحدت هند خیلی مهمه، این رضا شاه که ایران رو در حقیقت وحدت بخشید. حالا اینا چه درس هایی توشه؟ این وحدت تحمیل شده به توسط شمشیر انگلیس ها حال به توسط تلگراف برقی تحکیم یافته و دائمی خواهد شد. ارتش بومی که به توسط افسران ارتش انگلیس تعلیم دیده به سام و سازمان میابند شرط لازم خودرهایی هند و هندیست که دیگر نمیخواهد قربانی هر تجاوزگر خارجی شود. جالبه، مثل اینکه انگلیسی ها تجاوزگر نیستن. میگه که انگلیسی ها ارتشی دارن به وجود میارن که هندو محافظتش بکنن در برابر مهاجمین خارجی. آزادی مطبوعات که برای نخستین بار در جامعه آسیایی اتفاق میفته و در اساس به دست فرزندان عادی هندی و اروپایی اداره میشود عامل تازه و قدرتمندی برای بازسازی است. کاملا درسته. خود نظام زمینداری و رعیتواری، من اینا رو از قلم انداختم فعلا، بعدن میتونیم، که میگه گرچه نفرت انگیزن در برگیرنده مالکیت خصوصی زمینن که لازمه، چون نمیرسم من اینو یه مقدار چیز میکنم. بعد حالا ببینید اینو تعمیق میده و اینا چیزاییه که آقای عرصبت که بیل وارن و آقای محمد رضا سوداگر در کتاب قطوری که نوشته رشد سرمایه‌داری در ایران، این نقل قولا رو از مارکس میارن، ولی ببینید کجا دومشو میبرن. طبقه حاکم هند تا به اکنون به طور گذرا اتفاقی و به ندرت به پیشرفت هند توجه میکرد. اشرافیت انگلیس خواهان تسخیر آن، خداوندان ثروت خواهان غارت آن و اربابان صنعت خواهان فروش اجناس خود. اما اکنون برعکس شده است. یعنی داره میگه که هند رو میخوان متمدنش کنن. صاحبان صنایع انگلیس دریافتند که تبدیل هند به یک کشور سازنده اهمیت حیاتی برایشان کرد و برای انجام این هدف پیش از هر چیز باید وسایل آبیاری و ارتباطات داخلی به آن داده و اکنون بران شدند شبکه از راهن در هند به وجود بیاره. و بعدش میگه که راهن که به هند رفت چی؟ میدانیم که هدف منحصر به فرد صاحبان انگلیس از کشیدن راهن در هند بیرون کشیدن پنبه و دیگر مواد خام صنعتی برای خود با هزینه کمتر است. اما چه اثر مثبت این داره؟ اما وقتی که شما وسایل ماشینی برای حمل و نقل در کشوری وارد کنید، بورژوازی وابسته اینجا کسی که میگه به اصطلاح سرمایه‌های خارجی میتونن مثبت باشن، مارکس دقیقاً داره تئوریشو میریزه که موقعی که اینا اومدن راهن کشیدن، ماشین آلات وارد میکنن و ما هم چیز یاد میگیره. وسایلی که به آهن و زغال نیاز دارد از تولید این ماشین ها نمیتوانید جلوگیری بکنید. یعنی هندی ها خودشون صنعتی میشن. موقعی که شما راهن بکشید وسیله میخواد و اینو خود هندی ها درست میکنن، پس بنابراین انقلاب صنعتی صورت میگیره. حالا ببینیم آیا اینطوره یا نه. خیلی این مهمه. موقعی که کسی یه نقل قول اینجوری از مارکس بیاره، خب این آتش به جون همه میزنه که آره مارکس که دیگه نمیشه رو حرفش حرفی زد، میگه که انگلیسی‌ها که اومدن راهن اونجا کشیدن گرچه اهداف پلیدی داشتن
ولی یک انقلاب صنعتی در هند به وجود آوردن. دیگه چه حرفی داری؟ لاجرم کاربرد وسایل ماشینی در رشته‌های صنعتی که به طور مستقیم مربوط به راه‌آهن نیست به وجود خواهد آمد و غیره و غیره. حالا اینجاشو دیگه حالا نمیارم، اما مارکس هوشیارتر از آن است، اینو خودم آوردم، که کل این تحولات در هند را به تنهایی و در شکل موجودش